بسم الله الرحمن الرحیم، محمد عبداللهی هستم با بخش 12 آموزش جیکوئری از مجموعه فرادرس در خدمت شما هستیم. در ادامه آموزش جیکوئری یو آی امروز میخواییم راجع به ریسایزبل صحبت بکنیم، پلاگینی به نام ریسایزبل. ببینید، من اگر اینجا یک دیو بگذارم مثلا به نام D1 و با کلاس UI widget content، این کلاسی هست که در jQuery UI CSS تعریف شده و میتونه استایل های حالا مد نظر رو اعمال بکنه به اون المنت های شما. مقدار سلام رو میذارم، یک استایلی هم خودم به این دیو میدم. مثلا ویت 200 پیکسل، هایت 200 پیکسل و بکگراند داش کالر یلو. خب اگه این اجرا بکنیم میبینید این حاشیه رو یک کادری ظاهر شده که کار UI widget content هست. میتونم بیام در این اسکریپت اضافه بکنم که $document.ready این فانکشن و حالا $d1.resizable. ببینید الان اجازه دارم این رو ریسایز بکنم در هر مسیری که میخوام. پس ریسایزبل به همین راحتی داره کار میکنه. ریسایزبل هم همچون درگبل که در فیلم قبلی دیدید میتونه باز آپشن هایی رو تحت یک آبجکت بگیره. مثلا یکی از این آپشن ها animate true هست، یعنی که انیمیشنی بیا اینو بزرگشون. ببینید من اینو میکشم، تا حالا میبینید که ریسایز نشد، ولی به بحث اینکه رها کنم با یک حالت انیمیشنی این رها میشه. یک بار دیگه میبینیم این رو وقتی میکشید هیچ اتفاقی نمیفته، اما به بحث اینکه رهاش کنید با حالت انیمیشن ریسایز میشه. میتونم این دیو رو داخل یک پرنتی قرار بدم. و به این شکل بگم، بذارید برای پرنت هم یک استایل تعریف بکنیم که مشخص بشه حدودش. مثلا اینجا میایم میگیم که containment باشه مثلا parent. این حالت انیمیشنش هم برمیدارم که در لحظه مشخص بشه چه اتفاقی داره میفته. خب ببینید من اینو میتونم ریسایز بکنم، منتها تا کجا؟ نهایتا تا والدش، یعنی از حدود والدش نمیتونه بیشتر بره. پس containment این کار میکنه، میزان ریسایز شدن رو میاد محدود میکنه. ما اونو حتی یک جور دیگه هم میتونیم محدود بکنیم. مثلا به جایی که من بیام containment بنویسم، بیام بگم که max height چقدر باشه. مثلا الان اگر 200 پیکسله میگم نهایتا 400 پیکسل. مین هایت اگر الان 200 پیکسله کمتر از 100 پیکسل دیگه نتونه بشه.
max with همینطور و min with هم همینطور. و حالا نگاه کنید، من اینو میخوام رسایزش کنم. ببینید از 400 پیکسل بیشتر نمیاد، هایت هم همینطور، از 400 پیکسل بیشتر نمیاد. میخوایم کوچیکش بکنیم، میبینید که از 100 پیکسل دیگه کوچکتر نمیشه، از یک محدوده 100 پیکسلی در 100 پیکسلی. شما همچنین میتونید بگید که به یک نسبت اینها باید تغییر بکنن. ببینید مثلا فرض بکنید اگر من میمدم این رو 300 پیکسل در 400 پیکسل انتخاب میکردم، یعنی با یک در حقیقت ابعاد 3:4، میبینید که الان 3:4 یک مستطیله، ولی فعلا من اینو میتونم به شکل یک مربع درش بیارم. شما اگر نخواهید این اتفاق بیفته میتونید به این شکل استفاده کنید. من این رو کامنتش میکنم و میگم دالر d1 dot resizable و از aspect ratio استفاده میکنم، میگم 3:4 باش، به نسبت 3:4 ریسایز کن. ببینید من دارم فقط عرض رو کم میکنم، اما ارتفاع هم باش داره کم میشه، متوجه میشید؟ یعنی این نسبت رو کامل داره حفظ میکنه، در صورتی که قبلا اگر اینو نمینوشتیم و من فقط عرض رو کم میکردم عرض کم میشد. ببینید به این شکل در میمد، اما الان اگر عرض رو کم بکنیم ارتفاع هم کم میشه، یعنی نسبت حفظ خواهد شد. ممکنه که شما بخواید که به یک میزان خاصی این بتونه ریسایز بشه، نه هر میزانی. نگاه کنید، resizable grid 2.50. این یعنی این که در هر بار ریسایز 50 پیکسل کم کن، نه کمتر نه بیشتر. پس میبینید که در لحظه کم نمیشه، ولی به یک میزان که رسید 50 پیکسل یعنی پله ای کم میکنه. پس این هم به وسیله grid امکانش هست. ممکنه که شما بخواید یک همزمانی ایجاد کنید بین ریسایز این عنصر و یک عنصر دیگه. مثلا من این رو بگم که هنگامی که D1 داره ریسایز میشه، از یک پراپرتی also resize استفاده کنم و در این also resize بگم دیگه چه پراپرتی بیاد این اتفاق براش بیفته. مثلا بگم پرنتش هم باش ریسایز بشه. نگاه کنید، موقعی که این رو ریسایز میکنیم پرنتش هم باش ریسایز میشه، یعنی به یک نسبت دارن اینها با هم ریسایز میشن. also resize یعنی این که ریسایز شد اون هم ریسایز بشه، بشه که ریسایز همزمان. یه کار دیگه هم میشه انجام داد، اونم اینه که بیایم از یک روح اصطلاحاً استفاده کنیم که میشه گاست d1.resize گاست ترو و ببینید چه اتفاقی میفته. خب ظاهرن ما چیزی، بله من حواسم نیست اینجا نشم ریسایز، بعد نشم ریسایزبل. رفرش میکنیم و حالا ببینید یک روحو داره که گاست داره نشون میده محدوده رو به شما.
و این هم از این. به هر حال resizable پلاگینی هست که شما میتونید در این مورد ازش استفاده بکنید، خیلی میتونه به کار شما بیاد. یک پلاگین دیگری که وجود داره که من ترجیح میدم اون رو هم الان به شما بگم، پلاگین selectable هست. من میتونم بیام یک مثلا UL تعریف بکنم، بذارید این UL رو اینجا بذاریم، یک سری LI داشته باشه و بعد میتونم بگم که این UL selectable باشه. بگذارید یک استایلی هم برای LI هاش تعریف بکنیم، مثلا بگیم LI ها ویت مثلا 20 پیکسل داشته باشن، border dash radiusشون 3 پیکسل باشه، هایت 30 پیکسلی داشته باشن، background dash color مثلا سیلور داشته باشن و مثلا مارجین داش تاپ هم باشه 3 پیکسل. و مثلا UL هم لیست داش استایلش باشه 9. و اما اینجا باید دو تا کلاس دیگه من تعریف بکنم. یکی کلاس UI dash selecting هست که توسط jQuery UI پیاده سازی شده و در واقع استفاده شده. شما اینجا میتونید استایل کاستم خودتون رو بهش بدید. مثلا بگیم هنگامی که داره انتخاب میشه مثلا کالر هاشون بشه white و UI dash selected هست، یعنی هنگامی که انتخاب شد و تمام شد چه اتفاقی براش بیفته. میگیم مثلا background dash color بشه orange. حالا نگاه کنید، من که رفرش میکنم میتونم بیام اینها رو انتخاب بکنم. ببینید با درگ کردن دارم انتخابشون میکنم، این selecting هست، هنوز دستم روی ماوسه. هنگامی که ماوس رو رها کنم میبینید که اینها به حالت انتخاب شده در میان. حتی میتونم با کنترل این کارو کنم. ببینید من کنترل رو میگیرم، اولی رو انتخاب میکنم و هنوز کنترل رو پایین نگه داشتم و دومی رو انتخاب میکنم. یعنی من دو تاشون رو در حالت انتخاب شده قرار دادم. این کاری که شما با selectable میتونید انجام بدید. حتی میتونه selectable بیاد یک به اصطلاح ایونتی هم بگیره و اون ایونت استاپ هست. میگید که به هنگام استاپ چه اتفاقی براش بیفته، مثلا یه آلرتی میدید یا یه کار خاصی میخواید بکنید، این کار رو در اینجا میشه انجام داد. selectable خیلی پلاگین نسبتا ساده ای هست، البته کارهای پیچیده تری هم میشه باش کرد که خب اینجا جاش نیست. امیدواریم که از این دو پلاگین هم به خوبی استفاده بکنید و لذت برده باشید از یادگیریشون و از اینکه در این ویدیو با ما بودید از شما سپاسگزاریم.